امریکا و بریتانیا از وضع محدودیت برای سفر شهروندان افغانستان به بیرون از کشور به شدت ابراز نگرانی کردند. وزارت خارجه امریکا از امارت اسلامی خواسته که به تعهدشان پابند باشد. همزمان آنتونیو گاترش دبیر کل سازمان ملل با نگرانی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان از امارت اسلامی خواسته که به حقوق بشر و حقوق بین الملل احترام بگذارد. اما امارت اسلامی میگوید کسانی که سندهای قانونی دارند و یا دعوتنامه از کشورهای بیرونی دریافت کردند می توانند به بیرون از کشور سفر کنند. عادی سهر با جزئیات بیشتر. واکنش‌های گسترده جهانی در مورد وضع محدودیت برای سفر شهروندان افغانستان به بیرون از کشور. دو روز پس از آن که امارت اسلامی اعلام کرد که زنان بدون محرم و شهروندان بدون عذر موجه نمی توانند به بیرون از کشور سفر کنند، این تصمیم با واکنش های گسترده جهانی روبرو شده است. امریکا می گوید نگرانی ها در این زمینه را با مقام های امارت اسلامی در میان گذاشته است. وزارت خارجه امریکا از امارت اسلامی می خواهد که به تعهدشان در برابر جامعه جهانی پابند باشد. ما بیانیه طالبان در این زمینه را دیده ایم و نگرانی های خود را در این مورد با آنان در میان گذاشته ایم. توانایی ما برای تسهیل جابجایی متحدان افغان ما به این بستگی دارد که طالبان به تعهدشان مبنی بر عبور آزادانه آنها عمل کنند. بریتانیا هم از عملیات تلاشی خانه به خانه و وضع محدودیت در برابر سفر شهروندان افغانستان به بیرون از کشور به شدت ابراز نگرانی کرده است. کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان گفته که جهان نظاره‌گر وضعیت و عملکرد حکومت در کابل است و چنین اقدام‌های تعهدها در برابر جامعه جهانی و اعتماد شهروندان افغانستان به حکومت را تضعیف می‌کند. دبیر کل سازمان ملل با تاکید بر رعایت حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها از امارت اسلامی می‌خواهد که به حقوق بشر و حقوق بین‌المللی احترام بگذارد. من از مقام‌های کشورهای جهان از میانمار گرفته تا افغانستان و ایتوپیا و فراتر از آن می‌خواهم که به حقوق اقلیت‌ها و حقوق برابر تمام شهروندان کشورهایشان به ویژه پس از جنگ احترام بگذارند. همزمان کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل میگوید کسانی که حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و کودکان را در افغانستان نقض میکنند باید پاسخگو ساخته شوند. آنهایی که حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و کودکان را در افغانستان نقض میکنند پاسخگو ساخته خواهند شد. ما هنوز هم نگران امنیت جانی خبرنگاران، دادستانها و فعالان حقوق بشر در افغانستان هستیم. پس از واکنش های گسترده جهانی در مورد محدودیت های سفر شهروندان افغانستان به بیرون از کشور، امارت اسلامی میگوید کسانی که دارای سند قانونی اند می توانند به بیرون از کشور سفر کنند. زبیحالله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگوید کسانی که تلاش دارند بدون داشتن سند قانونی و به شکل قاچاقی به بیرون از کشور بروند، از رفتن آنها جلوگیری خواهد شد. این در حالی است که پیش از این امارت اسلامی اطمینان داده بود کسانی که دارای سندهای قانونی باشند می توانند از افغانستان سفر کنند. جامعه جهانی هم بارها گفته که امارت اسلامی نباید مانع کسانی شوند که قصد دارند از افغانستان بیرون شوند.